شعر انیمه کاراکترسازی برای نخستین بار در جهان شعر و شعر جهان با ارگانیسم شکل گرفته و کاراکتر انیمه یکی از شاخه‌های مطرح آن است. انیمه ژانر خاصی است که هم می‌تواند در شعر آزاد تجربه شود، هم کلاسیک، هم در فراشعر بیاید، هم در منظومه نوین و در انحصار هیچ زبان و ملتی هم نیست. تقید خاصی به هیچ ایدئولوژی و مرامنامه‌ای در ادبیات ندارد و دروازه خود را به روی تمام فضاهای ادبی گشوده است. فضای شعر انیمه با آنکه ظاهرا فانتزی است، اما توانش پرورش جدی‌ترین تراژدی‌ها و دراماتیک‌ترین روایت‌ها را نیز دارد. خواهش میکنم. خب در مورد شعر انیمه، شعر انیمیشن یا با همون زبان خودمانی دهه شصتی ها شعر کارتونی، یک قید هست که شاید خود قید نیست، یعنی فضای بسیار بازتر و گشوده تریست که در شعر انیمیشن آن انیمیشن های مد نظر ماست که جهانی دیگرگون، جهانی که هرچه ما از بنیان متفاوت تر، ویژه تر و بدون شباهت تر با دنیای واقعی ساخته ایم باشد، انیمیشن تر است. بنابراین مثلا کارتون هایی مثل مهاجران، کارتون های قدیم خانواده دکتر ارنست که یا بینوایان یا اولیور تویست، با تمام ارزش داستانی آثار چون توسط بازیگران حرفه‌ای میتواند حتی بهتر و زیباتر ارائه شود، منظور و افق دید شعر انیمیشنی نیستند. شعر انیمیشن یک ژانر است، یک ژانر نگرگاهی است، یک نگرش به هستی، نگرش دگرآفرین، دگراندیشانه، دگر خلقانه به هستی و نیستی است. توامان دنیایی را که با همان مصالح هستی از عدم می آفرینی و این راز زیبایی شناختی و بالایی شناختی شعر انیمیشن است. بنابراین شعر انیمیشن مربوط به مثلا شعر همان گونه که در مانیفست هم آمده است، مربوط به شعر آزاد نیست. میتواند ما غزل انیمیشن یا غزل کارتونی یا رباعی انیمیشن، دو بیتی انیمیشن، رباعی کارتونی، مثنوی انیمیشن داشته باشیم. و اینکه تأکیدی که روی کلمه انیمه غالبا در مانیفست به جای انیمیشن هم می شود، مربوط به جنبش انیمه در ژاپن است که بله در شرق آسیا. انیمه های ژاپنی بیشتر توی زمان آینده رخ میدن، یعنی عملا دنیایی می سازن که برای ما توی این سال قابل مشاهده نیست، به صورتی در حال نبردن همیشه توی تک تک انیمه هاشون و تمام داستان ها بین دوتا نیرو داره شکل میگیره و تمام پدیده ها اینطوری هن که در واقعیت در زندگی رئال واقع‌گرایانه ما هیچ وقت قابل دیدن نیستش. مثلا حمله کردن میمون ها به یه جهان و از بین بردن یک جهان هیچ وقت قرار نیست دنیای ما اتفاق بیفته
ولی اونا دنیای از اول خلق میکنن توی هر انیمه. در آثار انیمه مثلا موجوداتی که خب نمونش در دنیای واقعی نیست هم داریم؟ بسیار زیاد، تقریبا تمام انیمه ها بر این حول محور میچرخه، یعنی تراژدی کردن با الهام گرفتن از موجوداتی که هیچ وقت نیستن. اینه که انیمیشنی که به طرف انیمه و اون مفهومی بودن آن و اینی که حتی زمان آن هم زمان اکنون نیست، بنابراین خب شعر انیمه حالا از خود انیمه هم حتی فراتر و خب جدا بشیم، مثلا عصر یخبندان که در گذشته‌ای که هیچ انسانی نبوده است، از یخبندان که موجوداتی همانند دایناسورها زیستند، ماموت‌ها زیستند و میاییم مثلا جهان اونها رو، جهان زیست اونها رو ما به تصویر میکشیم، ارتباط عاطفی مفهومی با ماموت‌ها با دایناسورها انواعشان برقرار میکنیم، اون موجود زیبایی که دنبال بلوط کل دنیا رو میگرده و این فضای انیمیشن واقعی. انیمیشن قرار نیست، شعر انیمیشن قرار نیست شعر طنز باشه، بسیار جدی، بسیار جدی در عین اینکه جهان فانتزی و انیمیشنی خودش رو داره. مثلا خب عروس مردگان یک نگاه ویژه به عالم مرگ و اهل قبوره که در هیچ سنتی در هیچ جهان فکری و اندیشگانی و دینی تعریف نشده، یک هنرمند آمده و جهان دیگر درباره مردگان میآفرینه. مثل انیمیشن کارز یا ماشین ها که ماشین ها توی دنیا هستن بدون اینکه کسی براش دلیلی بگذاره، اونا دارن دنیا رو زندگی میکنن. حالا این انیمیشن بر اساس اینکه ماشین ها توش دارن نقش آفرینی میکنن میره جلو. خود دیگه همون احاطه و ماشینیستی شدن تمام هستی و زمین، یعنی یک نوع نگری که اعتراض به جهان ماشینیستی داره. بنابراین شعر انیمیشن، حالا دوستان به نظر شما حالا شعر انیمیشن با جهان تخیلی پیش از خودش چه تفاوت‌هایی به نظر شما میتوانه داشته باشه؟